ببین امروز هم خوشحالم هم ناراحتم. خوشحال از اینکه ایمونای برپریده رو زخمی کردم، ناراحتم از اینکه مادرشارم زنگ زد تلفن رو گرفت. مهناز، آی مهناز، بذار کامل برطرف کنم. ببین چند روز پیش این جاری مونا زنگ زده، من گفتم اینجوری من می‌خوام نظری پخش کنم تا با من بیا چهارشنبه. گفتم باشه. اصلا تعجب کردم من می‌خواد به خودش ببره. هیچ جا منو به خودش نمی‌بره. فقط جایی که من به چیزونو به خودش می‌بره. تازه نظر من پرسید به نظر قیمه بهتره یا قرمه؟ من گفتم خب قرمه سبزی بهتره، همه بیشتر قرمه سبزی دوست دارن. خب باشه قرمه سبزی درست می‌کنم. آره بابا. آره امروز حالا اومد دنبال من. من تو نشستم تو ماشین دیدم بوی قیمه میاد. گفتم اگه قرار نشد قرمه درست کنی؟ گفت نه دیگه چون تو گفتی قرمه، من گفتم پس قیمه بهتره. فکر کن فقط من میخواد به چزونه. آقا پس برای چی نظر منو پرسیدی؟ دقیقاً. حالا خودشم درست نکرده بود که از حرفش فهمیدم رفته خریده. تازه فاکتورش هم تو کیسه‌اش دیدم. آره بابا. حالا ببین منو برای چی برده بود؟ رفتیم اولی میدون که رسیدیم چند تا از این فقیرای بنده خدا رو دیدی 10 تا اینا بودن. فکر کن دو تا قضا گرفته دستش داره میده به اونم یه 10 تایی با هم بخوری. بعد من گفت موبایل بگی دستت تا میتونی فیلم بگی. آره منم گفتم وا بابا دیگه این کارا که فیلم برداری نداره. گفت نه میخوام استوری کنم تو پیجم همه ببینن. بعد میرفت با این فقیرای بنده خدا صحبت میکرد، خوشحالید من الان بهتون قضا میدم فلان و اینا. میگه همه رو بگیری تو فیلم. گفتم باشه. بعد یه جا من خودم شروع کردم صحبت کردن، گفتم مونا جون اومده قضا رو پخش کنه داره کمک میکنه. دفعه یه جیغ زد گفت تو حرف نزنی ها، من به همه گفتم تنها اومدم، گفتم دوربینم رو سپایه میخوام بذارم. فکر کن منو به عنوان سپایه برده بود. وای من انقدر ناراحت شدم خیلی ها. گفتم بذار من زخمیت میکنم، منم اون فیلم رو پاک کردم. بعد از اونم هر جا که میرفت دیگه فیلم نگرفت، الکی بهش نشون دادم دارم فیلم برداری میکنم. اونم گفت دوربینو بیار جلو از صورت من بگیر، از کمک کردنم بگیر. تمام میدون شهرم رفت به هر کی 10 تا 10 تا دو تا قضا میداد، میگه برید با هم دیگه بخورید. فقط میخواست نشون بده کل شهر رو قضا داده، 30 تا قضا گرفته، 15 تا میدون قضا برد قضا رو پخش کرد. همش هم گفت فیلم برداری کن یا همه رو بگیر. گفتم باشه دارم میگیرم. آره من حالا تو دلم خوشحال بودم. هیچی دیگه قضا رو پخش کرد، رفت نشست تو ماشین، گفت بذار چند تاش الان استوری کنم، بقیه‌ش هم رسیدم خونه. ببین هی رفت تو گالریش گشت. گفت فیلم ها کو؟ گفتم من گرفتم. هی گشت گفت فیلم نیستش اینجا که. گفتم وا موبایلت حتما خراب بوده نگرفته. ببین یه جیغی زد، یعنی چوب دستش بود منو میزد. آره بابا منو به دو نصف مستقیم ده. آره من قشنگ دو نصفم کرد، یه طرف انداخت غرب تهران یه طرفم انداخت شرق تهران. اینقدر پروه در ماشین باز کرد پرتم کرد بیرون. من گفت فاطمه ورپریده. فکر کن اون به من گفت ورپریده. آره دیگه همه کارا در روی ریا و ریا، منم می‌خواستم بسوزونمش. مگه من سپایم؟ حالا گوشش بده. تا رسیدم خونه مادر شوهرم زنگ زد. نگو زنگ زده چغلی کرده، گریم کرده. وای من می‌خواستم برای شما فیلم بگیرم، فیلم نگرفت از حسودیش. مادر شوهرم گفت مادر این چه کاریه کردی؟ این تو مثل خواهر خودش دوست داره. فیلم‌ها رو می‌خواست برای من بگیره بفرسته. گفتم برای شما نمی‌خواست فیلم بگیره، می‌خواست استوری کنه همه ببینن. آره بابا منم گفتم خارش روزگار، ببین چه شانسی داره، همم طرفداریشو میکنن. گفت نه اونطور مثل خواهر خودش میدونه، فیلم هم خواست برای من بگیره، تو رو با خودش برده بود، هر کسی با خودش نمیبره این برام. گفتم منو به عنوان سپایه برده بود. آره با مادرشام بگش. گفت مادر جون تو چرا اینقدر بددلی؟ اینطور اینقدر دوست داره؟ وای من قد ناراحت شدم. البته میدونی که من با اینجور چیزا ناراحت نمیشم که کسی نمیتونه من ناراحت کنه. آره بابا. آره پرو منو به عنوان سپایه برده بود، خارش روزگار. آره عزیزم قربونه، نه من ناراحت نمیشم، ولی شاید ناراحت بشم. من تازه زخمیشم کردم. فدای تو، مراقب خودت باش. قربونی برم، خدافظ.